در مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای عبدالستار حسینی و مجلس نمایندگان که با ما وصل هستند. آقای حسینی سلام و وقت شما بخیر، خوش آمدین به برنامه و عید شما هم مبارک. آقای حسینی، رویدادی که در 11 ثور روان در مرز افغانستان با ایران رخ داد و بررسی هایی که صورت گرفته، و اکنونم کمیسیون حقوق بشر خواستش بر این است که برخورد سیاسی در بررسی این رویداد و یافته های این رویداد که صورت میگیره، کسانی که این رویداد در حال حاضر بررسی میکنن باید نشه. اما شما عضو کمیسیون قدیاب هم بودین، یافته های شما لاقل در این مورد چی بوده؟ به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض ادب خدمت شما، همکاران تکنیکی شما و تاعت عبادات شما، ملت شریف افغانستان قبول باشه و سلام خاص دارم به نیروهای قهرمان وطن خود که به خاطر تمامیت ارضی وطن در شبای عید تامین امنیت میکند. یافته های ما قبل از اینکه ما به هرات از طرف جلالت ما رئیس جمهور یک هیئت مختلط گماشته شویم به هرات بریم، تمام مدارک مستند در دست ما آمدن، اما بازم به خاطر بهتر و واضح بودن قضیه ما رفتیم به هرات به محل حادثه. تمام داشته ها و مستندات در دست ما هست که جرم علیه بشریت، جرم علیه انسانیت، نظامی های فاشست نظام آخوندی را ما جمع‌آوری کردیم که بر علیه افغان های ما صورت گرفته. او مدارک پیش ما هست، مدارک ما در اختیار نماینده شورای امنیت، سرمفتش شورای امنیت آقای تماسی قرار دادیم و در اختیار وزیر خارجه جناب اتمر قرار دادیم و یک نقلم از او گزارش نزد خود ما هست که او را ما منتظر زی هستیم که از رای دیپلماسی وزارت خارجه و جلالت ما رئیس جمهور با چی نتیجی با امرای ایرانی ها میرسه. بعد از او نقصی گزارش پیش ما هست، ما در تالار که خانه ملت است و از 34 ولایت افغانستان نماینده وجه هست، جرم و جنایتی که بر علیه انسانیت، بشریت و حسن همجواری همسایداری صورت گرفته او ما در تالار بازگو خواهیم کرد. آقای حسینی، زمانی که 12 تن از شهروندان کشور جانشان در این چنین یک رویداد از دست میتن و یافته های شما هم که شریک ساخته شده، اما چرا کار از طرف حکومت صورت نگرفته؟ خب ما یک فرصت میانگین بر حکومت افغانستان، وزارت خارجه، جلالت ما رئیس جمهور دادیم. ما امرای سرپرست وزارت خارجه صحبت کردیم، گفته بر ما یک فرصت به خاطر روابط حسن همجواری، به خاطر که افغانستان، ملت افغانستان همیشه به خاطر حسنیت حتی بر طالبا گذشت کردیم. ما بر دو مردمان وحشی که اینا سالیان سال ما را کشتن ما گذشت کردیم. ایران از جمله امو مردمای هست که سالیان سال ما افغانای ما را به کامی مرگ برده، به چوبه دار برده، بیگناه پشت لولای زندان انداخته، به شکل گور دست جمعی به چندین نقاطی از ایران دفن کرده. حتی افغانای ما رو در رفسنجان چند سال پیش تقریبا 15-16 نفر داخل یک اتاق بودن، پترول انداختن، اونا رو آتش دادن. ما تمام مدارک و شواهد از سالیان سال هم داره جرم جنایت ایران در قبال شهروندان افغانی، اما این جرم جنایت نابخشیدنی که یک نوجوان 13-14 ساله را داخل یک کیسه گونی میکنه و او را داخل آب مندازنه و بیشرمانه اعلامی وزارت خارجه ایران میگه که اینا مسیر آب اشتباه آمده، در عمق آب رفته. درست است این افغان ما در عمق آب رفته ولی داخل کیسه گونی خود نکرده، داخل آب انداخته باشه. متاسف هستم به سیاست خصمانه اینا در قبال افغانستان. ما امیدوار به زی هستم که سر چهار اصل، اول پذیرفتن جنایت و مرتکب عمل فجی خود به پذیره، دوم به محاکمه کشانیدن او افسرها که با اسم و نام و رتبه زو پیش ما هست، مرزبانان ایرانی به محاکمه و نمایندی افغانا با درد محاکمه صورت حضور داشته باشند و غرامت خونبهای افغانای ما را باید بدون قید و شرط بپردازه و تعهد بسپاره به سطح ملی و بین المللی که در آقای حسینی و اما من میخوام بپرسم 24 روز آقای حسینی 24 روز از این رویداد سپری شده، ما 12 تن از شهروندان کشور از دست دادیم، در حدود 17 تن هم تا هنوز ناپدید هستند و در حدود 20 تن هم که نجات پیدا کردن، اما واقعا پاسخ حکومت که مهلت خواسته میتونه قناعت بخش باشه؟
من امیدوار هستم که آقای رئیس جمهور و سرپرست وزارت خارجه این مسئله را همراه ایرانی ها که فعلا اونا یک مکتوب روان کرده که ما میای سر این مسئله در افغانستان میشین همراه شما بحث میکنیم مدارک و شواهد که ما از طریق نماینده خود ما خود ما رفتم اول اونا همراه ما نشیش بعد به همراه نماینده شورای امنیت نشیش و بالاخره در به حساب مرزبانان اینا آزاد شدن که بشینه دین روزم اینا همون محل عادسی که افغانای ما را داخل آب انداخته همون جنگل به آتش دادن اینا آثار جرم میخواه گم کنن اینا او کسایی هسته که تیاری اوکراینی را زد و اینا هیچ وقت به گردن نمیگرفت و تا که از طریق ماواره و کمر مصنوعی سردنا قبولان که این جرم جنایت اونا انجام داده اینا ایرانی ها مثلا شما فکر کنی که 99% گزارش تکمیل بر زوا ایرانی میکنه به خاطر که اونا در بین دستگاه و داخل افغانستان بعد جواسیس داره که گزارش ها رو بر زوا میده مثلا 1% که به هدف نرسید میگه نه گزارش یا دروغ است ما عمل فجیع انجام ندادیم ما بر ملت افغانستان تعهد میسپارم چون ما در خانه ملت هستم و از روز اولم سرنخ زی قضایا را ما خودم چو آغاز کردیم و ختم شم انشالله و رحمان در خانه ملت تمام جرم جنایت زیرا به خانه ملت پیشکش کردن آقای حسینی بیاین بپذیریم که جرم که اتفاق افتاده که همگان بر از او تاکید داره اما حکومت افغانستان هم در بررسی در شریک ساختن یافته ها و در قسمت این که باید رسیدگی صورت می گرفت به این رویداد کوتا آمده نه ما تا دیگه که من امرای همین حیات بودم ما هیچ نوع کوتاهی نکردیم والی هرات آقای قتالی خودزو به محل حادثه رفته تمام شواهد داشته ها رو ما جمع کردیم از مردم محل متضررین فیلم صدا تمام داشته های ارگان های کشفی و استخباراتی و آنچه که ما از فراتر از مرز گزارش ها رو به دست آوردیم تمام چیزا پیش ما هست ما یک فرصت میدیم بر حکومت افغانستان به جلالت ما رئیس جمهور ما امیدوار به ذهن هستم که مسئله را پیگیری کنه و پیگیری میکنه تا فعلا سلنگاری یا کوتاهی صورت نگرفته آقای حسینی اگر این فرصت را که شما به حکومت میتین کار را به جای نرسانه آن زمان مجلس نمایندگان چه خواهد کرد؟ مجلس نمایندگان ما مدارک و شواهد خود بر 250 وکیل افغانستان که برگیرنده سر تا سر افغانستان بر زنا ارائه خواهیم کرد و تصمیم جمعی اتخاذ خواهد کرد در قبال نظام ایران بله و انتظار که شما از حکومت افغانستان دارین آنچنان که کمیسیون حقوق بشر میگه که در قسمت رسیدگی به این رویداد نباید برخورد سیاسی صورت بگیره یعنی نگرانی ها وجود داره که احتمالا این چنین برخورد شوه از طرف حکومت افغانستان مشکل ما این هست که ما برای شما بگویم که میگه یک کس را امرای مشت به شکم میزد میگفت پشتم میگفت من در شکمت میزنم تو از پشتت گپ میزنی گفت من اگه پشت میداشتم تو در شکم من زده نمیتانستی بنان شما ببینید ما اینجا یک جبهه را امرای پاکستان داریم یک جبهه را ما امرای طالب داریم یک جبهه را ما داخل خود افغانستان امرای سیاسیون نابکارای افغانستان داریم و یک جبهه فساد اداری و یک جبهه هم این طرف غرب امرای ایران ایرانی که قلدور جهان خود حساب میکنه با تمام قضایای جهان زیدخل قضایا با تمام ناهمنیای جهان زیدخل بخصوص کشورهای اسلامی همیشه شما دیده باشید دست اینا به مصر، سوریه، لبنان، عراق، افغانستان تا که میتونه اینا به جای می کمی پیسه را به خرابکاری جهان اسلام مصرف میکنه اینا رو به خاطر انسجام جهان اسلام مصرف میکرد امروز ایران این موقف نمیدهش که تمام جهان از اونا متنفر است بنان ما امو توانایی امو ظرفیت کامل ما تا فعلا یک طرح مدون شده از طرف طی سالیان سال که طرح مدون از طرف وزارت خارجه نوشته میشه پیشکش میشه به حکومت افغانستان و حکومت افغانستان به خانه ملت میاد تصویب میشه بنان ما نداریم طی 20 سال طرح مدون شده در رابطه به ایران و سیاست افغانستان و ایران نداشته بله تشکر آقای حسینی که وقتتان در اختیار ما گذاشتین ممنونتان